بیا هم خرغلاس خدر من لیدون کو د سهار ژوند دوام ته اله من د د خبرونه بیل بیل موضوعات به متر مو دیدم په ګټه تمام شي د ری بخش برنامه هم قسمه که قبلا گفتم مهمان دار دکتر سب اسمت الله هاشمی روان شناس په در برنامه هستن و امروز در موارد یکی از پدیده های بسیار مهم درون هر کدام ما بر ما شما معلومات خود دادن یک چیز واسه است یک چیز عادی است که اگر ما بخوایم نخواهیم در زندگی دچار استرس میشیم و بعض اوقات استرس خیلی خطرناک کم میشه امروز مشخصا در مورد استرس صحبت های دکتر سب اسمت الله هاشمی باشیم که خود استرس چیست چطور بفهمیم که ما در وجود خود استرس پیشرفته داریم و چطور پیشگیری بکنیم دکتر سب خوش آمدین صبحتان بخیر تشکر سلام و عرض احترام دارم خدمت شما و همه بیننده هایی که همین اکنون بیننده برنامه زیبای شما هستن امیدوار هستم که صبح خوب و خوش را آغازگر بوده باشن و دید و شان مثبت و تفکر مثبت داشته باشند و بیننده برنامه زیبای شما باشن ان و بدور از تمام استرس بله. ها انشالله خب امروز هم یکی از موضوعات بسیار خوب و مهم را انتخاب کردیم هر چقدر که اعتماد به نفس ما بالا باشه هر چقدر که بالای خود اعتماد و باور داشته باشیم من فکر میکنم کل انسانهای روی زمین شاید به استرس دچار شده باشن اول بر ما بگوین که استرس خودش چی هست تشکر سلامت باشین موضوع برنامه امروز ما استرس هستی که از موضوعاتی که همه مردم روی کره زمین و همه انسان ها دوچار او میشن و امروز ما روی صحبت میکنیم و از همه دوستایی که بیننده هستن خواهش من هستم که یک قلم و کاغذ داشته باشن موارد مهمی را که باز میرسونیم نوت بکنم چون بسیار مهم است در اصل خود استرس که است یک فشار است که باعث تحریف بدن میشه بالاخره بگیم یک فشار فیزیکی است همان گونه که ما در فیزیک یک بالاخره واژه استعمال میکنیم میگم فشار باعث گرفتن یک چیز میشه مهم. یا فشار باعث میشه که شکل یک چیز تغییر بکنه استرس هم یک فشار روانی هست یک فشار درونی هست که از اصطلاح فیزیکی گرفته شده و اولین بار هانسلی عصب در موردش نظر داد و فشار است که باعث تحریف بدن میشه و بدن را از کار میاندازه و سبب میشه که ما درست نتونیم کار بکنیم درست نتونیم تصمیم بگیریم این در کل میشه معنی استرس اما مفهوم استرس یک مفهوم بسیار واضح هست که در جهان همه او را میدانند مفهوم استرس ای هست که ما در شرایط قرار بگیریم که نه قدرت تصمیم گیری داشته باشیم نه قدرت درک داشته باشیم و نه قدرت فکر کردن داشته باشیم و هیجانی احساسی مسائل را بنگریم و نتونیم تام واقعی زندگی رو بچشیم بل. و نتونیم هم آرامشی که ما میگیم آرامش درونی به او برسیم زمانی که یک فرد استرس می داشته باشه تمام این کیفیت ها از زندگی او سلب میشه بل. که در ادامه بیان میکنیم که حالا علائم استرس چیست و بالاخره راهکارهایش چیست بله. قبل از اینکه بالای علایمش بریم اول در مورد انواعش بر ما بگو در ادامه و در مورد خوب بسیار عالی هست استرس در کل به سه بخش تقسیم شده اولا استرس حاد است دوما استرس حاد اندوپیزم است و سوما استرس مزمن است که اگر روی این صحبت بکنیم که بیشتر از عزیزای ما بالاخره در زندگی استرس را تجربه میکنن امه. کدام نه و استرس را اینا دارن استرس بل. و حاد و بله, استرس حاد را همه تجربه میکنن همه ما مثلا یک سخنرانی داریم قبل از او یک استرس ما پیدا میکنیم که طبیعی هست استرس هاد است و این استرس را همه تجربه میکنن ما اگر در شخصیت شناسی افراد را طبقه بندی بکنیم یک فردی که به نام شخصیت ای مشهور است فردی هست که همیشه دنبال شهرت است همیشه دنبال معروف بودن است همیشه تلاش میکنه تحرک به خرج میده اینی فرد هر لحظه دچار استرس حاد میشه و استرس حاد را تجربه میکنه و استرس حاد بگیم استرس کوتاه مدت است بگیم زود است تمام زود میشه 24 هست. ساعت فکر بگو در یک ساعت ما شاید این استرس تجربه بکنیم و زود از بین میره این استرس دوامدار نیست طولانی مدت نیست لیکن ما استرسی دیگه داریم حاد اندوپیزم که این استرس بالاخره بگیم شامل شخصیت های بیمش شخصیت هایی که همش ترس دارن همش گوشگیر هستن همش انزوا پذیر هستن نمیخوان در اجتماع باشن این افراد و اشخاص این استرس را تجربه میکنن و این هم بگیم زیاد بالاخره خطرناک نیست و این استرس هم از بین به مرور زمان ولی استرسی که بسیار خطرناک است و مضر نوع استرس است استرس مزمن هست. استرس طولانی مدت که همه افراد و اشخاص شاید اگر بالاخره استرس حاد خود را از بین نبرند و استرس حاد اندوپیزم خود را از بین نبرند شامل استرس مزمن, مزمن میشن و اونا شاید زندگی خوب را تجربه نکنند و همش در دسرهای شما سراغ اونا باشه اگر این استرس های کوچک را اونا تداوی نکردن استرس مزمن یا استرس طولانی مدت شامل حالا بالاخره روی اونا میشه و اونا تجربه میکنن در زندگی که ما گفتیم اگر یک فرد استرس مزمن داشته باشه به فرصت استرس مزمن خود را از بین برده نمیتونه و بسیار سخت میشه برای خودش و, و پیشرفته هم میشه, پیش رفته میشه و در ادامه بیان میکنیم که علائم استرس مزمن چی هست که واقعا بسیار خطرناک هم خود بود بالاخره روی باید صحبت بکنیم که علایمش چی است من دوست دارم بالاخره میفهمم خیلی از دوستان ما شاید بفهمن خب استاد من میدونم که استرس چی هست ولی بیا روی علایمش صحبت بکنیم که علایمش چی است ما اگر روی علایمش صحبت بکنیم زمانی که ما را استرس میگیره و ما استرس پیدا میکنیم دو هورمون در ذهن ما ترشح میشه یک هورمون آدرنالین اندر... اندر... اندرنال... است و یک هورمون حالا کوتیزم كوتزی... است که این دو هورمون سبب میشه که ما استرس خطرناک را تجربه بکنیم زمانی که در ذهن ما هورمون آدرنالین ترشو میشه ما وقایع ها را به شکل بد و منفی میبینیم ما وقایع ها را به شکل خوبش نمیبینیم و احساس بد پیدا میکنیم و این تا فکر می که ما مقابلی ای اتفاق بلاخره ناتوان هستیم و توانایی حل اتفاق را نداریم زمانی که این هورمون در ذهن ما ترشو میشه و هورمون کتوپیزم که ما گفتم این هورمون هم سبب میشه که ما مثلا مشکلات جسمی پیدا بکنیم سردردی پیدا بکنیم مشکل معده پیدا بکنیم بدن ما حرق بکنه ضربان قلب ما زیاد شوه و بالاخره فشار خون پیدا بکنیم و حقیقتا ما در زندگی نتوانیم درست به پیش برویم این بود شامل که دو هورمون وقت در ذهن ما ترشح میشه زمانی که ما بلویم بخویم روی علائمش صحبت بکنم یک فرد که از لحاظ روانی از لحاظ روانی خود را ناامید احساس بکنه عزت نفسش کم شود از لحاظ روانی بله فرد ناامید خود را احساس میکنه و همیشه گوشهگیر میباشه و همچنان عزت نفس نداره خود را دوست نداره و همیشه از خود نفرت داره <متصفح> یک فردی که از خود نفرت داشت همیشه در اجتماع تحت تاثیر قرار می میگیره ما گفتیم اگر ما دنبال ای هستیم که دیگران ما را دوست داشته باشه دیگران <متصفح> به با ما احترام بکنه دیگران ما را بالاخره در جامعه ارزش بدن و به ما ارزش قائل باشن اول باید خود ما این کار انجام بدیم <متصفح> که در ما قبلی ما روی موضوع عزت نفس بحث داشتیم و کسی

کسی که استرس داره با افسردگی رو برو میشه ما گفتیم پایان افسردگی اه... بله پیدا افسرده, افسرده میشه که پایان افسردگی ما گفتیم خودکشی هست و یک فردی که استرس پیدا میکنه باید در جدی بینگنم چون ما گفتیم امروز کارهایی که ما انجام میدیم بیشتر اوقات ما رو به استرس می آوریم چون بلد. کارهای دنیای ما دنیای فراسنتی هست و ما چهار استرس. بله چهار دور دنیا رو سپری کردیم یا چهار دور تاریخ که ما فعلا در دوره فراسنتی زندگی میکنیم دنیا در حال رشد و سرع است. یک فرد که دیروز مثلا با بالاخره حیوانات از یک جا به جای دیگه سفر میکرد اکنون با وسایل نقلیه سفر میکنه خب ببینن استرس های دیگه زیاد میشه یک فرد که دیروز مثلا نامه روان میکرد تا بالاخره پیام خود به یک فرد برسونه اکنون اکنون با تلفن در کسی یک ثانیه میتونه ارتباط برقرار بکنه پس اینی ببینیم اطلاعات چقدر زیاد شده و ارتباطات چقدر زیاد شدن ما فکر بکن صفحات اجتماعی استفاده میکنیم که در ادامه بیان بکنیم که صفحات اجتماعی چقدر سبب میشه که استرس پیدا بکنیم این ارتباطات ما رو زیاد ساخته و ما قطعا استرس پیدا میکنیم <تصفحات> که باید بدانیم علائمش را فردی که انزوا پذیر است که گوشه اختیار میکنه استرس مزمن داره کال <تصفحات> افسرده هست از لحاظ جسمی یک فردی که سردرد باشه یک فردی که همیشه بلاخره زربان قلبش بزنه بفهمه که استرس داره یک فردی که همیشه تصمیم نمیتونه گرفته بلاخره همیشه وقت در زمانی که خندونی میکنه عرق میکنه بدنش بفهمه که استرس داره باید دنبال تداویش بره, بره. یک فردی که مثلا در خانواده بلخره صحبت روی تحصیلات اون میاد صحبت روی توانایی این فرد میاد و این فرد بلخره عرق میکنه تحت تاثیر قرار میگیره بر روی حلش پیدا بکنه چون مشکل است و و مشکل است وقتی ما در یک اجتماع قرار میگیریم نمیتوانیم احساسات خود رو بروز بدیم نمیتوانیم گپ بزنیم حرف بزنیم بفهم که استرس داره باید روی حلش پیدا بکنه uchun mo'sh kelaziga خب راه حل های زیاده هست که ما بالاخره استرس را از بین ببریم که اینی عواملش را وقت ما درک کردیم فهمیدیم میرم دنبال راه حلش بله میشه در مورد از این بر ما بگین که در کدام موارد باعث میشه که ما دچار استرس شویم امه. چی عوامل باعث ایجاد استرس در وجود ما میشه البته موارد عمدش دقیقاً موارد زیادی است که ما سبب میشه که ما استرس بگیریم اولین موردش همین که ما وقایع ها را تبدیل به فاجعه بکنیم یک فرد در رابندی بند بند مانده سر صدا میکنه او خدایا همیشه ما در رابندی میفتم همیشه این مشکلات سراغ من میه یک فرد از یک جای میره میسنن یک اتفاق برش رخ میده مثلا کردتش تمام میشه خدایا در این وقت باید کرده تمام میشد چی وضعیت است به زمین و زمان بالاخره توهین میکنه پس زمانی که ما اینی اتفاق را در زندگی خود داشته ما استرس تجربه میکنیم و سبب میشه که ما با استرس رو بروشیم فردی که همیشه وقت دید تفکر منفی داره همیشه وقایع ها را به شکل منفی میبینه اونو فرد استرس پیدا میکنه و سبب میشه که با استرس رو برو شوه فردی که همیشه همیشه ارزش خود را در شما از دست می‌خواد ارزش نداره برای خودش و مثلا یک اتفاق کوچک برایش رخ داده یک اتفاق بسیار کمی در زندگی بر رخ داده شاید فکر بکن از لحاظ اقتصادی مشکل پیدا کرده یا از لحاظ مالی مشکل یا از لحاظ معنویات مشکل با. پیدا کرده این سبب تفکر منفی پیدا میکنه حالا این مشکل بر ما آمده و ما از بین میبره و سبب میشه که استرس پیدا بکنه <applause> پس خوب است که ما این موارد را برعکس انجام بدیم نگران زیاد نباشیم و بله قناعت پذیر باشیم فردی که همیش، همش با چیزهای بزرگ بزرگ فکر میکنن مثلا ما به شرایط در معرض مقایسه با دیگران خود را قرار و خود را با دیگران مقایسه میکنیم که ما گفتیم حسرت چند چیز رو باید از زندگی ناب بخوریم حسرت گذشته نباید بخوریم <متصف> گذشته چی تو ما چی قسم یک شخصیت من اول ببین شرایط من ما گذشته چقدر خوب بودم حسرتش نخوریم حسرت زندگی دیگران را نباید بخوریم که دیگران چی قسم زندگی دارن دیگران خانه خوب دارن دیگران موتر خوب دارن زندگی مثلا مقام اجتماعی خوب دارن حسرت زندگی اونا را نخوریم اگر دوست سرم استرس پیدا نکنیم اگر من دوست سرم استرس پیدا بکنم خب دیگه همیشه باید خود مقایسه بکنم با دیگران با خوب خوب افراد اشخاص

بالاخره انتظارات است ما از دیگران توقع دام از دان انتظار دام میخواهم همیجه از طریق تلویزیون شما بیان بکنم به همه کسانی که بیننده هستن هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست از هیچ کس توقع نداشته باشیم جز باید باید خودتان برسن. و خدایتان دو کس را شما راضی کردن نمیتونه خودتان و خدایتان را هیچ کس هم شما راضی کرده نمیتونید که شما دنبال راضی کردن دیگران هستن هیچ کس شما راضی کرده نمیتونه خیلی از افراد اشخاص در جامعه امروزی ما دنبال این هستن که دیگران را راضی بسازن توسط حرف خود توسط حرکات خود توسط عکس خود. که هیچ گاه دیگران از ما راضی نمیشه دیگران از خدایشان ناراضی هستند پس ما چرا دیگران را بخویم راضی بکنیم اگر ما دیگران را خواستیم راضی بسازیم استرس پیدا میکنیم ما اخیری که میخوایم اضافه بکنم این هست که ما کمک میکنه استرس نداشته باشیم اگر ما این موارد را داشتیم استرس پیدا میکنیم موارد این هست که ما دیگران را بالاخره نظرات شده فکرش باشیم ما در فکر نظرات دیگران باشیم در فکر, در فکر ف... بله باشه. گفته های دیگران باشیم گفته ها خوشی خوب است ما خوشی دیگران را بخیم ولی گفته های دیگران نظریات دیگران در مورد ما ما اگر راست بریم اگر چپ بریم دیگران در مورد ما نظر دارن دیگران در مورد ما دیدگاه دارن دیگران در مورد ما طرز فکر دارن نگرش دارن که ما در فکر دیگران نباشیم دیگران دیگران واحد. هستن و بله. همیش ما متاسفانه کسانی که کس سرستورم در فکر دیگران هستن که ما یک لباس میبشیم دیگران چی نظر میتن من مثلا یک جای میرم چی تو هست چی نظر دارم؟ بله بل چیزی که خود ما بلد. میخواییم همون مهم است همو مهم است که خود, خود ما مورد خود ما چی نگرش و کن واقعا موضوعات بسیار خوب و مهم است نکات خیلی مهم است که شاید به نظر ما بسیار خرد بیاین شاید در رفتار روزانه ما خیلی کوچک باشن ولی تاثیرات بسیار بزرگ را بالای بابا چون وقت هم تمام است بسیار کوتاه در مورد راههای های حل که ما بتونیم جلو استرس خود بگیریم تا با استرس مزمن دچار نشیم فرمان خیلی عالی است راهکار های زیاده هست که ما را کمک میکنه تا استرس نداشته باشیم تا استرس را بگیریم اولین راهکار شناسایی ای هست که ما بالاخره پیدا بکنیم که ما استرس داریم در چی مواقع استرس ما پیدا میکنیم که ما گفتیم استرس حاد پیدا میکنیم های تو بیزم پیدا میکنیم یا بالاخره استرس مزمن پیدا میکنیم این ما باید درک بکنیم زمانی که ما شناسایی کردیم فهمیدیم که بالاخره ما استرس دارم کدام نوع استرس دارم ما راهکارهایش میتونم پیدا بکنم و میتونم اینو از بینم ببرم اولین مورد همی است دومین مورد همین است که ما کوشش بکنیم خود را دوست داشته باشیم به خود ارزش قائل باشیم همیشه وقت خود را متوجه بکنیم در شاده که تنها بودیم به خود خود امید بدیم چون ما گفتگوی درونی داریم هر فردی که تنها میشه خود گفتگو داره پس چی خوب است که این گفتگو ها را ما مثبت بکنیم چون ما گفتیم گفتگو درونی نا... یا مثبت می باشه یا م... یا منفی باشه پس خوب است که ما مثبتش بسازیم زمانی که ما بله گفتگو های درونی خود را مثبت ساختیم و صحبت های درونی خود را مثبت ساختیم قطعا می توانیم استرس را جلو بشه بگیریم و بالاخره استرس از زندگی ما بیرون شوه مورد بعدی که ما می خیم به عرض برسونم که دوستان عزیز او باید مد نظر بگیرن همین که در اجتماع کوشش بکنن افراد اشخاص را شناسایی بکنن پیدا بکنن دوست هایی که در کنارشان هست افرادی که در کنارشان هست که که اونا رو کمک بکنه حرفای مثبت بزنن <applause> بیشتر کسانی که در کنار ما هستن اونا افکار منفی دارن و بالای زندگی ما تاثیر میکنن بله. مثلا در شرایط کنی میخوام مثال بتم ما در شرایط قرار داریم که شاید خیلی از دوستان ما استرس داشته باشن <applause> من مطمئن هستم 90 درصد مردم افغانستان اکنون استرس دارن و چون ما گفتیم در فکر گذشته باشیم افسرده میشیم در فکر آینده باشیم استرس پیدا میکنیم خیلی ها در فکر آینده هستن که آینده ما چی تو خاط شد ما در آینده چی شرایط را تجربه خواهیم کرد <تصفيق> <تصفيق> کلی که در فکر آینده هست زمانی که ما در فکر آینده بودیم استرس داریم استرس پیدا میکنیم و میخوایم این رو بارز کسانی که در اجتماع کنی ما هستن کوشش بکن از صفحات اجتماعی کم استفاده بکنن صفحات اجتماعی بالای زندگی ما تاثیر میکنه خوب است ما مثلا اطلاعات میخوایم جمع آوری بکنیم خوب است استفاده بکنیم ولی کم استفاده بکنیم اگر زیاد استفاده بکنیم استرس ما زیاد میشه و ما قدرت تصمیم گیری پیدا پیدا نمیتونیم میتونیم با مطالعه بتیم برای مطالعه بکنیم قطعا میخوایم بیان بکنیم به دوستان عزیزم که ما خدای بسیار بزرگ داریم خدایی که ما رو خلق کرده و بر ما برنامه داشته و برنامه دارد و هیچ کمار تنها نمیگذاره خدا میگه. لا تحزن ان الله من ما در کنار هستم و هیچ گاه خدا ما را تنها نمیگذاره هیچ گاهی گاه نداشته باشیم که خدا ما را فراموش کرده نه خیر هیچ گاه ما چون الحمدلله مسلمان هستیم خداوند هیچ گاه ما را فراموش کرده نمیتونه و هیچ گاه فراموش هم نمیکنه و همین ما که حالا صحبت میکنیم برای شما و خداوند در فکر شما هست و ما رو قرار داده در این مکان که برای شما صحبت بکنیم پس در فکر شما هست باکن. پس هیچ گاه نا امید نباشیم و در اجتماع با افراد اشخاص سر کار داشته باشین که اونا فکر و تفکر مثبت دارن نگرششون مثبت هستک و بالاخره برداشت خوب است دقیقا خدا همیشه با ماست دقیقاً. و این تصمیم ها ما میگیریم که چگونه زندگی بله، بکنیم چطور راضی باشیم چطور خود ما اول از خود راضی باشیم بعدا خداوند جل جلاله رو را راضی نگه داریم زمانی که خود ما که شما گفتین این دو نفر راضی بودن همگی راضی میباشن اگر نبودن هم مهم نیستن چون مهم. اشخاص که مهم هستن اونا مهم. راضی هستن بله. بسیار تشکر واقعا بحث بسیار جالب بود و مدرسای بسیار زی زیاد رازی شیاد و, مطمئن که ببیننده ها هم جالب تمام شده و امیدوارم که در های خوب و تجربه های خوب را ازش گرفته باشین به باش شما هم روز خوب و خوش سلامت, می سلامت باشید. میریم به طرف حفیظ امیدی که به شهر نو و کابل رفته و میخواید که گزارش زنده را تقریبا ما شما بکنه ببینیم که بعد از رخصتی ها مردم مصرفی چه کارهایی هستند